نامه دوم پتروس رسول فصل اول. از طرف شمعون پتروس، غلام و رسول عیسی مسیح، به آنانی که از راه نیکی مطلق خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح ایمانی مانند ایمان ما یافتند، در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود، فیض و آرامش شما نیز افزون گردد. قدرت الهی آنچه را که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است، تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم. بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی که زائده تمایلات جسمانی است بگریزید و در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید. به این سبب شما باید سخت بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، معرفت را با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فرا گیرد، همیشه در شناسایی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پرثمر خواهید بود. ولی کسی که فاقد این صفات باشد چنان کور و نزدیک بین می شود که فراموش می کند چگونه از گناهان گذشتش پاک شده است. پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشی تا زندگی شما ثابت کند که شما جزو دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید. زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. و به این ترتیب به شما اجازه داده می شود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح وارد شوید. به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگرچه شما اینها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید، ولی من تا زنده هستم صلاح می دانم که با یادآوری و تذکر شما را برانگیزانم. من می دانم که به زودی، چنان که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همه اوقات این مطالب را به یاد آورید. زیرا وقتی ما درباره قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن اون سخن گفتیم، به افسانه هایی که با مهارت ساخته شدن متوسل نشدیم. زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیدیم. وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی صدایی به او رسید که می گفت این است پسر عزیز من، از او خوشنودم، ما آنجا بودیم. آری، ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. این همه کلام پیامبران را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند. پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمایید، زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جای تاریک می‌درخشد تا سپیده بدمد و ستاره صبح طلوع کرده دلهای شما را روشن گرداند. اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی‌تواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب مقدس را تفسیر کند، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند.